برو کنار. چه خبره چه هی بوخ میزنی؟ مگه نمیبینی پام درد میکنه؟ از تو جاده برو کنار، چرا راه رو بند آوردی؟ دلم میخواد. واه بازی، شاید یه چیز دیگه هم دلت بخواد. من هرچی رو که دلم بخواد به چنگ میارم، فهمیدی؟ فلفل فرنگی؟ موهارا خراب کردی، بی تربیه. بالاخره میری اسبتو بکشی کنار یا نه؟ اگه دلم نخواد نه، همش تقصیر توئه که به این ایکبیریا رو میدی. من ایکبیریام نره قورباغه، خودت 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 نگاه نکردی. مخلوقش وایس میگم، اگه راست میگی وایسا. چطوری؟ سلام عمو جون. سلام دخترم. شیری یا روباه؟ آه از شیرم خیلی اون وقتر. آفرین دخترم، آفرین. قاتل بیرحم رو پیدا کردم و کشتم. باری کلا دخترم. خب تعریف کن ببینم چجوری کشتیش. خیلی راحت. اول رد پاشو پیدا کردم. خب بعد خودشو دیدم که یواش 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 داره میره سراغ یکی دیگه. آخه اون ناجنس سالا اقلا صد تا رو نفره کرده. منم تو دلم گفتم قاتل باید کشته بشه. دیگه معطلش نکردم، دنگی زدم تو مخش، بنگ. جسدش چی کار کردی؟ همینجا سمو جون آوردمش. خوش زنده بکنم. دیگه بعد از این تموم مرغ و خروس های اطراف جونشون در امانه، مخصوصا کفترهای مسعود خان. بله درسته درسته، چون تا حالا هر کاری که کرده بود نتونسته بود این شغال موزی رو پیدا بکنه. فایدش چی عمو جون؟ اون که قدر نمیدونه. اتفاقا قدر میدونه. بله بله سلام عرض کردم. چی کار میکنی؟ کی اومدی که من ندیدم؟ الهی درد و بلات به جونی تو پر بکنی، تو رو خدا کمتر غمیش میدونی. دل منو آب کردی که. خب ببینم لابد ارباب تو رو فرستاده اینجا که از من تشکر کنی ها. تشکر واسه چی؟
برای اینکه قاتل کفترای خوشگلشو نفله کردن؟ خب بله، اونم چه تشکر یاده تو کردی. بسه بسه، دیگه مسخره بازی بسه. برای چی با مامور اومدی اینجا؟ آقا دستور دادن فوراً جلو پلاستون رو جمع کنیم بدانیم به چون چه جهده. بله نه بابا، ما چیکار کردیم؟ آخه امروز صبح گل نزا خانم تو جهده دست گل به آب داده، مهمونای آقا رو خیت پیت کرده. مسعود خانم خیلی عصبانی شده، دستور داده دیگه حق ندارین تو املاکش بمونین، باید جمع کنیم بدانیم به چون بریم. مسعود خان برای خودش کرده؟ بله. اون نمیتونه ما رو از اینجا بیرون کنه. راست میگه تو پرخان، ما سالهای ساله که این اطراف اتراق کرده. درسته، ولی اون ممه رو دیگه لولو برد. از وقتی که آقا بزرگ عمرشو داده به بنده، اختیار املاکش دست پسرشه. مسعود خانم دستور داده که فوراً شما غلط کرده دستور داده. ما اینجا حق آب و گل داریم. من الان خودم میرم تکلیفمونو باش روشن میکنم. سب کن گلت شما، من اینجا لولو سرخر منم. خب منم وانم تکلیفتون رو یه سر کنم. شما باید همین الان جلو پلاس رو جمع کنیم. خیلی حق میزنیم. من خودم میدونم چی کار کنم. سب کن گلت شما، مسعود خان مهمون داره. اقلا باید تو با هم دیگه بریم. تو نمیخواد بری؟ تو باید یه خودی پیش من بمونی. آره ببینم، مگه منو دوست نداری؟ قربونت میرم. خب کی از تو بیتر؟ شما بفرمی فلان کسی از کسی شکایتی نداره. بفرمی بیا بریم یه گلوی تر کنیم. ولی من خیلی کار دارم. ولی خود چون توی بریم تر کنیم. وای چه کبوترهای نازی. میخوای بریم تو باشون بازی کنیم؟ ای شیطون جا ترگیر نیبردی. هر چی که تو باشی همون چه برای من بهشته. اگه این زبونم نداشتی کلاغه میخورده. بیا بریم تو یه چیزی نشونه دارم. بیا باز که تو پیدات شد باز مجی اینجا چی میخواد؟ با مسعود کار دارم. واه واه چه مسعود شناسم شده. لابد تا حالا خودش تو آینه ندیده. هر کی میخوره نون و پنیر تو یکی سرتو بذار و بمیر. حالا نمیشه با من کار داشته باشی خوشگله. چرا چرا؟ پس یه گلاس بزن روشن شه. ای به چشم به سلامتی. اوش صورتشو نگو پیش. اوش این چه کار کردی بی تربیت؟ بزنم تو صورتت. بخوره. مسعود کجاست؟ من چه میدونم. همین زلفات شونه کافه سرموات خراب شده. حضولو بردن جهنم. نه بابا فکر نمی کنم، هوا آفتابی. از این آب چیه داره میریده؟ حتما باغون داره گلا رو آبیده. آی ابراهیم چی کار داری میکنی پسر؟ ابراهیم نیست منم. مگه دیوونه شدی دختر؟ آخه این چه کاریه که میکنی؟ از کار حضرت آقا که بدتر نیست؟ یعنی چه؟ دخترای مردم رو میکشی تو قفس و بله دیگه. خب جنابالی رسنه. نه ببینم اصلا تو اینجا چی کار داری؟ الان برات میگم. ببینم تو که عصبانی نیستی؟ نه خیر بفرمایی. من اون شغالی رو که کفترای تو رو خفه میکرد کشتم. اینه هاش. براو شیرین کاشتی دختر. خب دیگه ما اینیم. بله ببین فیفی جون، قاتل شوهرت از بین رفت. بهش گفتی فیفی؟ آره آخه من اسم دوستای دخترم رو کفترها میذارم که یه وقت فراموششون نکنم. مثلا اون یکی زیزیه، اون یکی ویولته، اونم فرنازه. خدا بده برکت، چه کم اشتها. ببینم تو اینا گلنسا مولنسای چیزی نداری؟ من دهاتی خوشم نمیاد. دهاتی هم خدایی داره، اینقدر قمپوز در نکن آقا. خیلی خوب، خیلی ممنون که شغل کشتی. دیگه فرمایشی نداری؟ نه خیر. راستی ببینم حضرت آقا دستور دادن ما رو از اینجا بیرون کنن؟ خب بله، مگه اختیار املاکمو ندارم؟ معلومه که نه. ما هم اینجا حق آب و گل داریم. هیچ وقتم بابای خدا بیامرزت از این اداها از خودش در نمی آورد. ولی من دلم میخواد در بیارم. ده نمیتونی ده. میتونم. من از اینجا تکون نمیخورم تا تکلیفمون روشن بشه. بله. خیلی خوب، هر غلطی که دلتون میخواد بکنین. حالا برو گورتو گم کن. خیلی هم ممنون. با دو سه من اصلاً نمیشه خوردش. خیلی خوب دیگه، تشریف ببرین خانوم. واری کلا، حالا شد با یه خانم محترم اینجوری باید حرف بزنم؟ میری اینجا بخوام. ببینم برای مهمونی فردا شب چیزی کم کس نداری؟ نه قربان.
در هر حال دلم میخواد که به مهمونام خیلی خوش بگذره. میدونی قربان اگه این کلیه رو بیرون نمی‌کردین و برنامه فرشب خیلی جالب تر میشد. چطور مگه؟ فکر کرده بودم بگم کلیه بیان مهمونی به حسابی گرمش کنن. خب حالا این کارو بکن، دستور قبلی لغوه. یعنی کلیه اینجا میمونه؟ بله میمونم میمونم. قربونه تو برم. چی شد؟ ببخشید قربون، خیلی معذرت. نه نداره. گوش کن توپو. خودمونیم جایزه فردا شب، خودش کار قشنگیه ها. بله قربان، ایشالله به خودم بیفته. بگین آمین. آمین. یه فقط به من اجازه بدید چند کلام خدمتتون معروضم. خیلی متشکرم، متشکرم، خیلی ممنونم. من از طرف سرورم مسعود خان اجازه دارم که به مهمانان عزیز خوش آمد بگویم. پس دو تا لیمو دارم، ببخشید دو تا مژده دارم. یکیش اینه که رئیس محترم تبلیغاتی مولان موکت امشب اینجا تشریف دارن و برای اینکه به این جشن رونق بیشتری بدن، جایزه خیلی بزرگی رو انتخاب کردن که به قید قرعه به یکی از مهمانان عزیز تعلق میگیره و برنده خوشبخت وقتی فردا تشریف بردن تهران از شرکت مولان موکت دریافت میکنه. انشاءالله که برنده خوشبخت خود بنده هستم. ضمناً شماره ها بین جشن به دست شما هم میرسه. و اما مژده دوم، اونهاش خودشون اومدن. شما بگیرین، ایشالله برنده بشین. بیا بریم دیگه. بیا این شماره مال تو، ایشالله برنده میشین. این دیگه چیه؟ بعدن میفهمی. بیا بریم دیگه. خب با اجازه ایشون قرعه کشی رو شروع میکنیم. ببینم همه کارت دارن؟ بسیار خوب، پس شروع میکنیم. شماره شش.
خدا حافظ. سلام عرض کردم قربانچی، مرمت علی زیاد، خدا حافظ شما. چه صدوق جناب علی قربانش، هوای دماغ داشته باشی قربان. همینجا؟ آره همینجا بریم تو. مردم از بس بلند و کوتاه شدم به خدا. یا بو علفی کجا داری میری؟ من خراب دارم خفه میشم، یه باش خوله بیا بلی من خفه کردی. آخه مگه نمیفهمی چی دارم میگم؟ خفه شدم خاله. آخه چرا پات گوشتی جلوی پای من؟ برای اینکه اینجا شرکت چویلی نیست، مثل گپ سرت انداختی پایین داری میری تو. الان جوون مرگت میکنم. غلط میکنی، من چرا جوون مرگ میکنی؟ برو اون که دستور داده جوون مرگ بکن. حالا چه غلطی میخوای بکنی؟ اومدی پول بگیری؟ پول پول بگیری؟ آره. پس اجازه بده برم بالا برای شما دسته بکنم مرگ تو. نه خیر لازم نکرده، ما خودمون گونی داریم. بیا بریم حامد. بریم بابا بریم. گونی داریم چیه خانم جان؟ بیا برو دنبال کار زندگی. نمونه های جدیدی از محصولات مولن موکت، ملاحظه بفرمایید. هم مرغوبه، هم با دوامه و هم شیک. بله ما تعریف محصولات مولن موکت رو خیلی شنیدیم. ممکنه خواهش کنم اون اولی رو دوباره ببینی؟ خواهش میکنم. بفرمایید. آه چه قشنگه. اصلا بفرمایید بریم تو اون سالن از این نمونه فرش کرده شون نشونتون بدم. خواهش میکنم. باید با کودک شما هر بیرون بکنم. خود کردی؟ وایسا میگم اگه لکی میگم شما مشغول میگم دست بدی. میگم وایسا. وایسا حالا با من الی کولر بازی نکن. میگم وایسا. وایسا تا خودم که در نیاوردم. وایسا میگم خیال کردی به همین مفتکی میتوانی از چنگ من فرار بکنی؟ حالا گیرم که نتونم، تو چیکار میتونی بکنی مار؟ باز این غول بیابانی یقه منی گرفت، مگه تو مثل آدم نمیتوانی حرف بزنی؟ نه خیر اصلا تو چیکاره؟ حقا جهنم که نمیتوانی، خانه خراب؟ شیطونه میگه بخورمش ها. تو غلط میکنی سگ کی باشی، گوش بده چی دارم میگم. اسم من نوبرزاده است، حرف زیادی هم بزنی میزنم تو گوشی. بابا علکی گفتم، مرگ تو علکی گفتم، عجب دیوانه ایسی تو بزده نیست. ببین آقای دربون جانم. ما که با تو دعوا نداریم جانم. ای قربان تو برم، ما اومدیم اینجا که جایزه رو بله. او 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 پس اون دختر دیهاتی تو هستی؟ اخش دختر دیهاتی جد آبادته. من پسرم. من کالیم. دماغو ببین. آقا بگویم به دماغ من توهین نکنه. چرا؟ برای اینکه این دماغ نیست. جیزه؟ بله. بگو پولمو بدم و ایلو گردنتو میزنم ها. خب پس بخور تا برای تو بیاره. چه غلطی کردی پوزمونو؟ آرام حیوان تو خیلی دوری دور ور میداری با مرگ تو. کاری نکو که من یک دفعه جوشی باشم. میزنم از این ناقص سرت میکنم. بابا علکی گفتم با مرگ تو، علکی گفتم. عجب حالوی این مرده که تو. عجب آدمی رو با خودت آوردی خانه خراب. جلد سرخ پوسته است. باد مصب گوش کن کولی جان چی دارم میگم. پول مولی در کار نیست. جایزه جناب علی فقط اینه که من اون بره نگاه کن خانه خراب غول. یک ماه باید بری فرانسه یا پاریس. پاریس؟ بله. بدبخت، حداقل بگو برو زیارت که قبول کنم. با این چیز گونی رو بی خود آوردیم؟ نه جانم، بی خودی گی نیاوردی. برگشتنی تویش که و یونجی میریزی که توی رگ گوشنت نشه. میزنم ادا سگ کی باشی؟ با میخورم ات. بابا علکی گفتم غول بیابانی. عجب گرفتارش. ببینم اگه پول نمیدن پس واسه شما را این همه را از اونجا کشوندن اینجا؟ معلوم میشه همه کاراتون کلک و حق بازیه. بریم حامد، جایزم بخوره تو سره. من این گونی چی میشه؟ اینم باره تو بکش تو سره. بابا بکش جایزتو ببریم. ام نه را آدم از خاکه. بره بریم. معلوم نکنی بی صحبت در بیرس کلیمت کجا رفت؟ نه یه ما نکنی بایستم ببینم. آقایون باید برز برسونم که بالاخره جناب آقای مدیرعامل تصمیم گرفتند که همون دختر کولیه برنده جایزه اعلام بشه و برای یک ماه بره به پاریس. به نظر شما این کار درستیه؟ فکر نمی‌کنی اون دختر آبروی شرکت رو ببره؟ نه تنها آبروی شرکت رو نمیبره، تراپوز بهترین وسیله تبلیغاتی است. سلام قربان، سلام به خدا. تمام شد قربان شما برم. یک بار خیلی بزرگی را از روی شانه شما ورداشتم و گرفتم خودم انداختمش دور رفت پیکارش قربان.
راجع به چی حرف میزنی؟ دختر کولیه قربان، دختر کولیه. خودم دست به سرش کردم، همچین گذاشتم قاطی قلابسن، کوبیدمش به دیوار مثل برف پارسال. رفت دیگم پر سرش نگاه نکرد به جان جناب علی قزم. اینطور؟ بله قربان. حالا اجازه بفرمایید که اداره حسابداری اون پاداش شماره با ما بده دی قربان. پاداش؟ بله قربان، پاداش. بنده به شرکت جناب علی مبلغ 100,000 تومان منفعت رسانیدم قربان. از قرار تومن یک قرن میکند به عبارت 10,000 تومن. خب که اینطور که شما 10,000 تومنم پاداش میخواییم. به جان عزیزی شما نباشدم، من تازه مایه کاری حساب کردم. غلط کردی مرتی که هیچ. میدونی چه ضرری به شرکت زدی؟ تو بزرگترین وسیله تبلیغاتی رو از ما گرفتی. تو اخراجی، برو بیرون. قربان با من رحم کنید، من بدبختم. من کار من دوست دارم، به خدا از اون گذشته. من دارای 5-6 زن زن و بچه، 6-7 زن کلفت و نوکرم، به خدا غصب. خدا رو خوش نمیاد اگه من بیرون بکنید. خیلی خوب، اگه میخوای اخراج نشی باید هر طور شده اون دختره رو پیدا کنی و الا خلاصم. باشد قربان، پیدایش میکنم. اگر زیر سنگم رفته باشد من اونو پیدا میکنم قربان. با چشم. آی مدیر، میخواستم عرض بکنم شماره تلفن. بله دختر، چند بوتی چی قربان؟ ببخشید معذرت میخوام، میخواستم بگویم که حالا چجوری من اینو پیدا بکنم. من چه میدونم، اون یه کولیه. جای کولی ها معلومه. بله بله. بگر تا پیداش کنی. اگه شده 7 جفت کفش آهنی پاره کنی باید پیداش کنی. چشم قربان، ولی حالا کی کفش آهنی میدوزد قربان؟ حالا که دیگه خیلی خوب خفشه بسته دیگه. چشم دیگه قربان. باشه گذشت اون زمان دیگه قربان. اجازه بفرمایید پس اون اداری حسابداری خرج سفرگی یه واشکی برای ما بینویسه. بسیار. خدا، یعنی باید از این بدترم منو ببینید. ای بهشتی دوربین منو چیکار می‌کنی؟ وایسه تو رو خدا، وایسه من باید وقت تو شده. وایسه تو رو هر وقت باید رو وایسه. ای دختر کولی، آقا این کلچه من باید دختر کولی. مگه مرز داری آقا؟ چم چی میکنی؟ دوست ناموس تو دخترهای ما چیکار داشتی ها؟ دوست ناموس کدام قربان؟ من به ناموس کسی کار ندارم، با خدا تو میمیری. اون داره دروغ میگه، باید دارش بزنیم. ببینید میان زبا چجوری دارن من جوان مرگ میکنن. خدا کرد آقای میرغزم، خدا تو رو نیاموز. هایا رو آقای به زمین گرمت بزنیم. حرف جناب، برای هنوز اعدام صادر نشد. صبر کنیم. سلام. اینجا چه خبره؟ این مرد میخواست به دخترها دست درازی کنه، باید بکشیمش. بله درسته، قیافش هم به اینجور آدم ها میخوره، باید دارش زد. آیه کت خدا جن، تو نسلامتی کت خدا، اینجا ریش سفیدی، تو نباید زود تصمیم بگیری قربان اینه اعدام بکنین. آخه یه محاکمه، یه چلو کبابی، چهار روز پذیرایی خوده میزن تو گوش. آخه راست میگه، بهتر محاکمش کنین. بیارینش پایین. جلسه رسمی شد، از خودت دفاع کن. چشم، عرضم به حضور عزیزم. لازم نیست. مگه اینجا دادگاهی لازم نیست قربان؟ خودتان داری میگین دفاع کن. گفتم لازم نیست. ببینم نظر تو چیه؟ اعدام. بله باید اعدام بشه. خب تو میتونی ازش دفاع کنی؟ نکت خدا جان، قربان تو برم، من خودم میتوانم از خودم دفاع بکنم. دستایی منو باز کنی، زبان من که لال نیست، دوده کلم حرف بزنم. لازم نکرده حرف بزنی. تو ازش دفاع کن. بلنشو جانم، بلنشو، الان ازت دفاع میکنم. قربان تو برم. آقای رئیس، آقایون، به عقیده من بله. این دزد ناموس باید اعدام بشه. خدا با دست ننت درد نکنه، با این وکیل درست کردم وکالت دیدی؟ حیف این هیکل روی زمینه با مرگ تو، این باید بمیره. خیال آدم راحت بشه. آقا اجازه بده من دوتا کلام حرف بزنم. لازم نیست. اعتراض دارم. کارت نیست. بابا بس یه طلب بندازیم اعدام کنیم راحت. چه دادگاهی است واسه آخه برات؟ گفتم لازم نیست. اعدامش کنی. آقا
اگر فارغ ران بودیم و رفتیم اگر نامی رو من بیشون ترکی بتونه گفره رفت آقا جان حالا که موقعی مردن منه یه قد آبا خورده با من بدیم باشیگم بشنه نمیره بس کرا بازی در نیاره باب خبری نیست یه گاو مردم میخوام بکشن لبا بخشه بیم چرا ما تایی تو چشینش بالا رتار بیا چلو ببینم آخه شم یه قد آبا من بودیم من دارم میمیرم بکشم بچه شنش برا خب کنید نه بکشید خب کنید بکشید من این مردم میشناسم بله درسته بکشید بالا میخوام بمیرم کار دارم باید برم رسمی او 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 رسمی که درسته درسته بخودم من این آقا رو میشناسم آقا تو هم چشمت باز کن درست تو چشمی من نگاه کن من همون دربانه هستم تو با اون دختره آمده بودی اونجا جایزی بگیری درسته ولی تو به من فحش دادی من غلط کردم جان مادر تو باروای پدر دین تم بمیرد اینو بس کن اینو بس مرگ من با این آقا بابا این مرده که با من دشمن اینو باز نمی کنم من نوکر تو هم غلطی کردم من بابا خیلی خوب بس دیگه قربانی تو برم دایی بابا اینو باز که اینقدر درمو شرف بزنی من دارم زنه ترک میشم آخه تو سن دارم گفتم خفه شو تو امری میزنم توی گوشت اینجا یه پارتی هم پیدا کردم ببینم جان. تو اومدی به گلنسا جایزه بگیری تو بیم بری بنده آمدم اینجا ترتیب کارا رو بدم جایزه رو بدم خیلی کار داریم ما باید با هم دیگه سوگیر بس کن جانم بیانی قربان تو برم بلکن بی تربیت انقدر توفالی نکن مزور بدبختی اینو مش میکنیم اینم برای ما غمیش میاد تو بیم بری نگاه کن بدبختی ما رو ببینم باید براش جشن بگیریم اون مهمان ماست عشقو به سر هفت جنون میکشه دختر کولی اگه عاشق بشه عشقو به سر هفت جنون میکشه عشقو به سر حد به جنون میشه دختر کولی اگه عاشق بشه عشقو به سر حد به جنون میکشه عشقو به سر حد به جنون میکشه دختر کولی اگه عاشق بشه عشقو به سر حد به جنون میکشه جایزه گلنسا رو با خودت بردی؟ نه قربان شکلت جایزه که آوردنی نیست جایزه رو میبرم تصدق جناب علی بردنیه؟ بله تصدق شما یعنی گلنسا خانم ما یک ماه باید برود مسافره چه؟ آخش اعدامی هم قربان میگم تا جده آقا میگم اینا کی من اعدام میکنن من که از غصه مردم قهوه قربان دستت پشکل
ببینم نمیشه خوشگه بش بدی. نه قربان تو برم، دست بنده که نیست، دست خود شرکته. بابه تو را اروای پدر دست سر من وردر برد، من بیرون روی گرفتم. بخواه نخواستی فنجونو برگردون اینطوری. های قربان دستت این از اول بگو. عیبی نداره، ای کت خدا گو با من چی مرد. راجب مسافرت گلستان فردا صحبت میکنیم. چشم. من باید امشب راجب این موضوع فکر کنم. چشم. گلستان تو اینجایی؟ حتما داری به مسعود فکر میکنی. آره، اصلا از جلوی چشمم دور نمیشه. قصه نخور، درست میشه. نه لیلا، اون داراست، پول داره، اما من چی؟ عوضش تو خوشگلی، قلبت صافه، مثل دخترهای شهری رنگ و روغنی نیستی. خیال میکنی اینا ارزش داره؟ خب معلومه. میدونی لیلا، دوست داشتن خیلی خوبه، خیلی لذت داره، ولی به شرطی که دو طرفه باشه. از من میشنوی؟ برو جدی با مسعود حرف بزن، حرف قلبتو بهش بگو. آره راست میگی، فردا میرم باش حرف میزنم، اون مجبوره به حرفای من گوش کنه. صبح بخیر قربان. صبح بخیر، برو چمدون منو ورده بیار. به سلامتی کجا تشریف میبری قربان؟ میرم اروپا، همین امروز هم گرفتم که یه سره برم. چرا با این عجله قربان؟ از دست عمو جون خبر داده که میادی. آه صحیح، پس میخوای عدس عمو جان فرار کنیم. بله تقریبا، ضمن در نظر دارم یه کارخونم سفارش بدم. از اون گذشته فردا که وارد میشه یه بل قور میزنه که تو باز حتما زن بگیری. نمیدونم بابای خدا بیامرزه بیکار بود که یه همچین وصیتی کرد. خب زنه رو بگیری قربان، چه عیبی داره؟ اگه حمایت خانواده میذاشت من الان 14 تا میگرفتم قربان. چرا 14؟ آخه 13 تا نهسه قربان. ولی احمق جون، تا بازار آزاد هست، تا فیفی و زیزی و همسارا بله. وجود دارن بله. آدم عاقل که توق دهنت بله. به گردن نمیندازه. بهتون شب دونو منو برده. چش قربان، هرچی باشه شما موتور تو این کار سفید کردی. وای وایسا، کجا داری میری؟ میخوام باهات حرف بزنم. وایسا چه خبرته بابا؟ مگه اینجا سر جالیزه داری داد میکشی؟ چه مربوطه؟ اصلا بگو ببینم. زود باش بگو ببینم این ارباب خولت کن. من خول نیست، خیلی هم گله. دوبما یخه منو بهم کن که همین یه پیرن بیه بجرک. حالا میگی کجا رفت یا جرش بدم؟ خیلی خوب میگم، خیلی خوب میگم، ایشون تشریف بردن اروپا. اروپا دیگه کجاست؟ خودم هم نمیدونم. ده حرف بزن خیلی کیه؟ خیلی خوب یادم اومد، اروپا پاریسه، این رفت پاریس. گلیزا تو کجایی دختر؟ من که بس که دنبال تو گشتم. به خدا اون رفت. خب رفتی رفت، اصلا بری لدس باباش. آی حرف دهنتو بفهم. چرا همچین میکنی بابا جان؟ تو اصلا رجیب بیکشی حرف میزنی؟ ما اول بفهمیم با کی طرف هستیم. تو چقدر خنگی مرد، من که به تو گفتم اون مسعود رو دوست داره. او آها آها، فهمیدم. پس تو خاطر خیلی مرده که یه حواسران شده. گفتم بعد و بیرا نگو، فهمیدی؟ باز بابا تو یقه منو چرا اینقدر میگیری؟ حالا کدام درکی رفتی؟ خفی خون بگیر، خودت درک رفتی. ببخشید قربان، حالا کجا تشویش بردن؟ تشریف بردن آقا پاریس. چی؟ پاریس؟ جا پس چرا معطلی؟ خب چی کار کنم؟ یلا ربیوف بریم دی؟ کجا؟ پاریس. مگه پاریس رفتن علکیه پسر؟ از دولکیه منترفتره، جایزه ای که نصیب تو شده یک ماه گردش در پاریسه. چی داری میگی؟ این تم بیمیرد به خدا. باش الهی قربونت برم. نه قرار ماچ بکنی، بس چی شده؟ آخه عمومو چی کار کنم؟ اون با من خودم یه جوری سرشو زیر آب میکنم. راست میگی؟ بله. ببینم، قول میدی که برادرزاده من به سلامت برگرده؟ بله قربان، قول شرف شرف میدم. من قول تو قبول دارم. باشه، اما شرطش اینه که تو هم باهاش بری. نفهمیدم چه فرمایشی فرمودی؟ اگه میخوای قبول کنم تو هم باید باهاش بری. من فقط دختر رو به دست تو میسپارم. خب منم به دست خدا بسپار، تکلیف شرکت چی میشه؟ من نمیفهمم، من تو رو میشناسم. های مسرور. بله قربان. مراسم انجام بده. اطاعت قربان. چیکار میخواد بکنید قربان؟ مراسم چیه؟ باید من و تو با هم پیمان برادری ببندی. که چی بشه؟ که دختر رو دست تو بسپارم. که دختر رو مثل چشم ازش مواظبت کنی. چشم. من حاضرم. مرده که
برای دست مردکه رو بریدی. نوبت تا باره پکره بگیری من بیزر زمین خانه خراب اینگر رستم دستانه گرفته. یا ببینم یا باشی باشی راز بده جنم، راز بده جا محصولت کوش کجاست؟ تو که میگفتی اگه بیاییم پاریس حتما اونو میبینیم. ای بابا بده ما از رب برسیم، بد سراغ اون پسره رو بگیر. عجب گرفتاری شدم با خدا، کشنی اون قرارداد لعنتی با خون نازنین نمیمزنه کردم. آه حالا خیلی دلخوری. معلومه جنم، معلومه. اگر اون قرارداد لعنتی نبود من اینجا نبودم. آخه جان من منشه با پاریس ها بودی بابو. ای خدا، یعنی میشه من مسعودم رو پیدا کنم؟ یعنی میشه آ خدا؟ به به، یکی میمرد ز درد بینوایی، یکی میگو مامان زردک میخواهی. آره میخوام میخوام. کجا دارم؟ قربان چشمان بادامی تو برم من دست خوش بابا. آه تو هم که همش قر میزنی، نگاه کن ببین مسعود میبینی یا نه. تو که نمیذاری من تماشا کنم ببینم یکی مسعود چشم چشم. چکشه کی مد بازی؟ هیچی، من مسعودو میخوام. گفتم من مسعودو میخوام. او دست خر کوتا. میگم دست خر کوتا. حتی یا عجب جایی گل نیسه نیسه جا از یه در نکن جانم هم بیه بیرون بابا. من زاله ترک نکن بیه بیرون. گل نیسه کوتا نفتی. ای من نکن از پنجر افتاد بیرون گل نیسه. آقای میسیو پولیس رو چیکار کردی؟ میگه در برای بیسه هم شده، میگه در پولیس رو گفت کرده. آقا من چی جواب؟ چی بد بد؟ بیا بقیرم با هم بدی بقیرم بیسی رفت من پولیس رو کجا پیدا کنه؟ خدا ایدو شهره بیدا. نور تو قایه ما عجب گرفتاری شدم آقا، معاملم نیست بگیرو عطا تو قایه ما قایه چیه؟ من چه میدونم؟ عطا آره بابا برم کنترول خدا عطا اون تو بنمی عطا چیه؟ سلام عمو جان، این گلسه ای ماره ندیدی قربان؟ خودت رو ذلیل بکنه به حق پنجتن. آخر یه بی پدر مادر تو که منو درب داغان کردی مگه جلو تو نمیبینی ها؟ حرف بزن مگه کری کوری لالی؟ تو ایرانی هستی؟ بله چطور مگه؟ چی از ایران آمدی؟ همین الان آمدم. الهی قربونه تو هموطنم برم.
یه واش بشر ندید فدات بشم چه بوی ایرانه میدی بوی مملکت ما میدی بذار ببوسمت بذار بود بکنم ببینم خانه خراب تو که اینقدر وطنت رو دوست داری پس اینجا چه غلطی میکنی چیکار داری میکنی ها من 10 سال پیش اومدم اینجا که درس بخونم ولی گیر رفیق بد افتادم و از تحصیل عقب موندم پدر مادرم داری آره. بیچاره پدر مادرت تو جواب اونا رو چی میدی ها پر رو اونا خیال میکنن من دارم دوره عالی رو میرم بیچاره پدرم شب و روز زحمت میکشه و ماهیانه برام پول میفرسته تا من تحصیل بکنم ولی تو مثل دخترم موهایت رو ویزویزی کردی اون وقت با ماتور سیکلیت راه افتادی خیابان ویراژ میدی ها ببینم تو خجالت نمیکشی پول وطن تو رو میاره اینجوری اینجا هدر میدی ها خانه خراب تو اصلا از ایران خبر داری میدانی روز به روز رو به ترقیه و دنیا به وجودش افتخار میکنه ها اون وقت خانه خراب تو اینجا علاخان بالاخره سرگردانی آره قبول دارم اکثرا از تلویزیون اینجا میبینم جدا این 10 سالی که من نبودم ایران خیلی عوض شده و من افسوس میخورم چرا نباید الان تو مملکتم باشم راستی ممکنه یه خواهشی ازت بکنم بگو جانم تو یه عکسی چیزی از ایران نداری بهم بدی نگاش بکنم یا بهم یادگاری بدی عکس خودم دارم ولی نه یک چیزی همراه خودم دارم که برای هر ایرانی یک دونی لطف در حقم میکنی؟ آره میکنم چشم بفرما چیزی را دارم که خودم آوردم شب هستر منو بذارم روی این بخوابم برای هر کسی یا یک میلیون ارزش داره قربتش نگاه کن ببین چیه؟ ای قربت این چربت برم ای خدا خاک پاک گیلان زمین است تو خدمت بزرگی به من کردی حالا هر کاری بخوای برات انجام میدم هر کاری داشته باشی راست میگی؟ آره امتحان کن من هیچی نمیخوام فقط این گلنسا رو پیدا کن بدی دستم من فقط اونی میخوام بخدا گلنسا؟ آه گلنسا اون یه دکتر کولی از تسکی پیاده شد ما هم دیگر رو گم کردیم من تو تاکسی جمع موندم قربانتو برم داستانش مفصل بعدم برای تو تعریف میکنم خیلی خوب بیا سوار شو میگردیم پیداش میکنیم بخار بالا باشه بله فدات شو زیاد بونه کن تمامش میکنی تمامش میکنی کنم یعظیم شبها بدون اون من خواب نمیبره منه بلی بفر بالا سوار بشم تسیق مسیق داری یه نمو زمین نزینی بره کدوم حدود پیاده شده همین یکی تو ده خیابان اون برده تو بریم من پیدا کنم بری تو صرف بشین که نیفت خدایا بزنی بطا لعنت بر شیطان همین یکی رو کم داشتم دی مرتی که این نره خون چی میخوای دنبال من راه افتادی ها شیخ مسعود آره با مسعود رو میخوام دارم دنبال اون میگردم آسه ما مسعود پس تو میدونی اون کجاست بیمک بزیر تو رو خدا منو ببر نشونم بیان ما برای قشنگ این دورو برای چشم بنداز ببین چیزی میبینی هیچی؟ من نگاه میکنم منو کجا داری میبری؟ آهای با تو هم رو کشه چی کار کنیم من؟ من یه فکری به نظرم رسیم چی فکری جم؟ ممکنه گلنسا گول یکی از جوانای اینجا رو خورده باشه یعنی چی؟ منظور چی؟ معمولا اینجور وقتا باید توی جنگل دنبال گم شده اون بگردی محکم بشیم توی جنگل؟ خدای بخواهی محکم بشیم شوکن بونمی بابا مرا شوکر نمونه مانی میبری برای خطا Attends, ma gazelle, attendre. Attendre, s'il vous plaît. Attendre. باید همین جواب باشه برای جانور گشت بی جنگل نه آدم اینقدر حرف نزن باش اون مرده که روی افتاده بودو بگیرش نه پدر مادره باشه نگه دختره این همه بسه پاده که اون باشه گرمونی دختره بلند شو مرد
کردی ای سبی؟ بلاشو نمیتنی من بیام. دانش ابروی بچه های ایران بردی من ای سبی؟ بلاشو نمیتنی من بیام. نه خیره میسی که خر منه فقط. براو براو باریک الله مرحبا. واقعا نشان دادی که ایرانی هستی. ببینم گل نسا همینه؟ بله همینه قربان تو برم که پدرم من یکیه در آورده بخودم. خب کار ما دیگه تمومه، امری فرمیشی با ما نداری؟ وایسه ببینم چطور ندارم. تو باید کمک بکنی من مسعود پیدا بکنی. مسعود دیگه چیه؟ مسعود همون آدمی است که این خانم به خاطر اون آمدی اینجا پدر ما رو در آورده. اینجوری که نمیشه، بریم هتل استراحتی بکنیم، لباس رو عوض بکنیم، بعد میگردیم مسعود پیدا میکنیم. باشه سب کن. راستی من یادم رفت تو بپرسم تو چجوری از تاکسی پیاده شدی من نفهمیدم. آخه یه نفر رو دیدم که از پاش خیلی شکل مسعود بود. به 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 خانم نگاه بکن. ریه خانم دیگه از این کارا نکنیم. من گیرم وی تو بیفتم من در میزنه ده. فهمیدی چی دارم میگم؟ بریم آجان کمک بکن تو رو بخدا. این مسعود پیدا بکن. من بدیم دست این از شرش خلاص بشم. قربان تو هم میرم من. دست دوگه. بهش محل نمیزنه. چرا؟ خب معلومه برای اینکه آقا عیش است. اینقدر سنم درده یا سنم توی اون بوم است. اینو راست میگه. مسعود دخترای رنگ و روغنی رو بیشتر دوست داره. درست قربان همینه. پیدا کردم. بده من جانم. بده من. من یه فکری به نظرم رسیده. بگو ببینم چیه. بگو دیگه. من میگم حالا که گلنسا اومده پاریس بهتره عوضش کنیم، خودشو به رخ یارو بکشه. من مطمئنم که همه چیز تغییر میکنه. چی میگیره؟ مگه یارو خره؟ های حرف دارتو بفهم. بازم این یقه منه گره. بابا این بیسب شده پره شد. نمیفهمم من دارم با نفع این حرف میزنم. من این حرفا رو نمیفهمم. نباید به اون فرش بدی. فهمیدی؟ چشم. حالا میذاری بینیم من که چه غلطی میکند یا نه. خب به نظر تو چه فرقی میکند؟ اون که اینو دوست نداره. حالا چه با این قیافه چه با قیافه مادر فولاد داره. مادر فولاد داره مادرته. خیلی خب بابا ول کن این بیسب شده. باز ما یه غلطی کردیم.
گوش کن، اینجا سالونای زیبایی تو رو آدم عوض میکنن که ممکن نیست نزدیکترین کس آدم آدمو بشناسه. رسمی به مرگ تو. اوه با من شوخی نکن، ربو تو بگو. بکن بابا. یه خرم بکن بابا. معذرت میخوام بابا، از بس ما با این بابا نشسته برخاست کردیم، معذرت میخوام، اخلاق اینم با ما سرایت کرده، فهمیدی گول نشه؟ چیرا؟ با کتاب لیلی مجنون تمام شد، تازه میپرسی لیلی زن است یا مرد؟ ها؟ خانم جان، آقای جمشید خان میگه اگه تو خودت عوض کنی مسعود تو رو نشناسد، ممکن است با آرزوی خودت برسی اون عاشق تو بشه، دیگه کاری نباشه. ولی من دلم میخواد اون عاشق خودم بشه، نه قیافه عوضی. همیشه از ما طلبکار بره. اشتباه میکنی. تمام مردا ظاهر زن رو دوست دارن، دوست دارن زن شیک پوش باشه، مرتب باشه، خودشو برای مرد درست بکنه. ببینم تو اصلا میدونی چرا اکثر مردای ایرانی با اینکه زن دارن میرن معشوقه میگیرن؟ بله، برای اینکه دلن. منگی نیست. نه اشتباه میکنی. برای اینکه زنای ایرانی فکر میکنن به محض اینکه شوهر کردن دیگه باید بی‌اعتنا باشن، دیگه نباید به خودشون برسن، در صورتی که زن فرانسوی روزا کتبانو و شبا برای شوهرش عشقه، عشق. و برای همینه که مردای فرانسوی خودتو عوض کن، اون عاشقت میشه، بعدم وقتی فهمی تو همون گلسایی دیگه براش اهمیتی نداره. باریکالله پسر، باریکالله. خانم جان این آقا پسر 10 ساله توی این مملکت درس همین چیزا رو خنده به حرفاش گوش بده، گوش بده این تم بمیرد به آرزوی خودت میرسی. باشه هر چی تو بگی. من نمیگم، این جمشید خان میگه. ولی تو به تنهایی نمیتونی این کارو بکنی، نوبرم باید بهت کمکه. قربان احمر داخل این مایی، من حالش ندارم قربان. اتفاقا چون تو از اول با گلنسا بودی تا آخرشم باید کمکش بکنی. آره من غلط میکنم قربان، دوم من نگی بده، ما بریم با کار زندگی ما برسیم، پیش خدمتی خود منو فکر کنیم. به جهنم نمیخوام، اصلا من دختر بدبختی هستم. حالا بیا و درستش کن، ما یه چیزیم بدهکار شدیم. اون دختر خوشقلبیه، تو باید مثل یه معلم راهنماییش کنی. برو از دلش در بیا، گناه داره. برو دیگه، وای نسه برو. مرگ تو شور این قلب منه ببرد که اینقدی مهربانیست. سلام بخودا. برو، تو هم برو، من با درد خودم میسوزم و میسازم. من غلط میکنم برم، من تا آخر عمرم هم موش زنگوله با پای تو هستم، کجا برم قربان؟ من تو رو دستوردار نیستم بخودا. راست میگی؟ آره بخودا. بر خدا رو شکر. وقتی قیافه رو عوض کردی رفتیم ایران، تو باید به حرف من باشی. هرچی میگم باید بدونی چون چرا قبول بکنی تا به آرزوی خودت باشی. چشم، هرچی تو بگی. باریکالله. خب آقای جمشید خان حالا چی باید بکنیم؟ معلومه، بریم سالن زیبایی. راه بیفت. این دختره کجاست؟ چه بلایی سرش آوردن؟ چطور شد آخه؟ چرا بابا یکم صبر داشته باش، عجله نکن. برر اگر میخواستم پوست صورتشم قلفگی بکنن سر تفا عوضش کنن الان باید تمام شده باش. آخه چطور شد؟ کو باش بابتم صبر داشته باش. برر صبر من تمام شد، ندارم کو. چی دو شد آخه؟ برر ای امان. اونهاش اونم گل نسد شدی تو، من گل نسایی نمیبینم. همونی که اونجا وایساده دیگه. اون گل نسایی آره دیگه. مرگ من جون تو جلل خالق. اینجا دیگه کجا؟ کاش ننه بزرگ منه می آوردم و درستش می کردم، بعدشم جای یک دوشیزه غالبش می کردم. بریم دیگه با بریم. بریم می بینم. بح بح فتبارک الله حسن الخالقیان طرف چی شدی؟ مرسی بکو. کوکو؟ نفهمیدم طرف فرنگی لعفی حرف میزنه، یعنی شما زبانش هم عمل کردین؟ وای دادم یادرین چه خاکی با سرم شد. اموی این دیگه اینه از من قبول نمی کنه، اون همه گل نسا اولیه رو میخواد، الان چه خاکی با سرم ناراحت نباش، هر وقت دلش بخواد میتونه گل نسا بشه، هر وقت هم نخواد میتونه خانم فرنگ رفته. نوبر جون من دیگه حوصله‌ام اینجا سر رفته، زودتر برگردیم ایرون. کلک بگو میخوام هرچی زودتر خودم به مسعود نشان بدم، اتفاقا مرخصی ما هم تمام شده، باید هرچی زودتر برگردیم ایران. من از شما خیلی ممنونم، خیلی بهمون کمک کردی. وظیفم بود، مدت ها آرزو داشتم که بتونم یه جوری به هموطنانم خدمت بکنم،
حالا خوشحالم که تونستم یه کمی به آرزون برسم. منم آرزو دارم تو را هر چی زودتر در خاک ایران ببینم. آها. خدا از زبونت بشنوه. به خدا آرزومه که یه روزی دو مرتبه ایرونو ببینم. حیف که از روی پدر مادرم خجالت میکشم. خب را بیفتیم، باید کاراتون رو برابر کنم که به سلامت. سلام میکنم قربان، سلام میکنم، خیلی وقت دارم قربان، انشالله که سفر به شما خوش گذشته باشه. هم از این حرفا بگو ببینم از بچه ها چه خبر، حالشون خوبه؟ میمی، زیزی، پری، برام تلفن نکردن. پس خیته سیبیل بیقوم و بیچی بیگه. چی داره میگه احمق جون؟ چرا پیچیده پیچیده حرف بزنی؟ هیچی قربان، دارم سگمگس ها رو میزنم. اینجا که سگمگس اینه. چرا اتفاقا قربان، یه دونه هست خیلی درشتش هم هست، اونه باش ملاجه ببنیم. من که از حرف باشت تشریف نبوده قربان. ببینم از اینکه من هنوز اینجام دلخوری پسر جان. نه عمو جان اختیار داری، خیلی هم خوشحالم. مگه نه پسر؟ نه یعنی خیلی هم بله. تو موافقی چند کلمه ای راجع به مسافرت با هم عمو جان؟ بفرمایید. پس بیا بریم. خواهش می‌کنم بفرمایید. باید همه چی رو برام تعریف کنی. لا 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 عجب ناگزیه. چه خبره بابا؟ چرا تو بابا مردم بوخ میزنی میخودی؟ سلام عرض میکنم خانم. سلام. ببینم مسعود اومده؟ بله، یعنی نه خیر، هنوز نیومدن اون بالاهاش. حالا چطور؟ بله، یعنی همین الان تشریف آوردن، ولی خیال نمیکنم بتونن شما رو ببینن. برای چی؟ برای اینکه عموجانشون اینجا هستن. من باید ببینمش، دلم براش تنگ شده. جون شما نمیشه، آخه عموجونشون ناراحت میشن. حالا چطور؟ هر کاری یه رای داره، یه جوری خبرش میکنم که عموجانشون نفهمن. باشه، شما هم که تشریف داشته باشید، من الان میام خدمتتون. خب تعریف کن ببینم، مسافرت خوش گذشت؟ چه خوشی عمو جو، رفتم پاریس که یه کارخونه پنیرسازی سفارش بدم. خب سفارش دادی؟ بله، قراره تا یکی دو ماه دیگه تحویل بدم. خوبه، ولی من فکر میکنم اگه این کارخونه رو از بلغارستان یا هلند میخریدی خیلی بهتر بود. بله، ولی پنیرهای فرانسوی هم بد نیست. بله پاریس چی؟ چیه؟ باز داری سگمگس میزنی؟ نه قربان، این دفعه دارم ورزش میکنم ملزگی. ببخشید عمو جو، به نظرم یکی از شرکای کارخونه اومده با من کار داره. الان برمیگردم. توپل؟ بله قربان، بله قربان، بله قربان. ببینم، بله قربان. مسعود خیلی کار میکنه، مگه نه؟ بله قربان، تفلک از بس کار میکنه، از خواب و خوراک افتاده، اصلا راحتی نداره، مرتب رو کاره. ای نمک به حروم، این دفعه اگر خواستی ورزش کنی میدونی کجا باید بری؟ بله قربان، میرم زورخونه به سلامتی. ولی مواظب باش، میدیدو که برمیداری گردنتو نشکنه. حق باز. اخ اخ اخ، یکی دیگه عشقه جا میکنه، گوش منه برمه خواهد کنده بشه. خیلی خب برو دیگه، عموم اینجاست، نمیخوام تو رو ببینه، برو. پس کی همدیگر رو ببینی؟ بهت تلفن میزنم، برو قربونش برم، برو. اگه سوغاتیایی رو که برام آوردی به دخترای دیگه بدی میکشم. چش، خیالت راحت باشه، رو چشمم، برو برو عزیزم، برو قدش رو برم، برو برم. آفرین، تلفن بزن یا چش، حتما برو. یاد برمه. خب باشه، این که طرف زدی، نظرش راجع به کارخونه چیه؟ والا عمو جون میگه کارخونه خیلی عالیه. ببینم موافقی دنباله صحبتمون ادامه بدیم؟ برای عمو جون، برای بفرمی کاش کن. گوش کن مسعود جون، من نمیخوام به کارهای تو دخالت کنم، چون هر جوانی باید از زندگیش لذت ببره، ولی میدونی که پدر خدا بیامرزت فقط آرزوش این بود که تو یه روزی ازدواج بکنی و سرانجام بگیری، برای همین تو رو به من سپرد. میخورم اینا فقط به خاطر پول دنبال تو هستن، درسته؟ درسته همون جو، حق با شماست. مسعود خان تلفن. با اجازه شما همون جو. چیه؟ قربانی. سلام هرمز. آره الان اومدم. خیلی خوشحال شدم. میدونی بچه ها چه تصمیمی گرفتن؟ الان بهت میگم. قرار گذاشتن هر وقت تو میای به افتخار ورودت یه مهمونی مفصل تو یکی از هتل‌های درجه اول ترتیب بدن. چی داری میگی پسر؟ با من نمیتونه این کارو بکنه. حالا میبینم. باید مسعود همین یارو باشه که برق گرفتش. آره آره خودشه،
تا منو دید دست و پاشو گم کرد. الهی قربونش برم. صبر کن دختر، چرا از هول علی مفتدی تو دیگ؟ خودتو جمع جور بکن. خانه خراب نسلامتی، من معلم تو هم داخل. ببین چه جوری داره نگاه میکنی. صبر داشته باش، میاد کفشتم لیس میزنه را بیفت. دلم داره براش قش میره. اینجا قش نکنی، کسی نیست دور حل بیاره. ده چی شده مسعود؟ بدجوری به طرف نگاه میکنی. آره دست پامون گم کرد. اون دختره کیه؟ تو میشناسی؟ نه تا حالا ندیدمش. عجب مالیه. طرفت بدجوری رفته تو نفر. خودشو خیلی مخونشون میده. هر طوری باشه به طورش میزنم. این یکی رو خیال نمیکنم. شرط میبندی؟ سر 500 تا آذری. پس نگاه کن. جون به نظرم میخواد بیاد اینجا. دختر خودتو جمع جور کن. خب میاد جی میاد. یه کاری نکن من از اینجا بلنشم برم. چشم. ببخشید شما مشروب دستور داده بودید؟ نه 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 خیر. نفهمیدم آی گارسون، جناب علی چرا چشمه رو زول زدی اونی نگاه میکنی؟ از منم میتونی سوال بکنی؟ من مسئلت میخوام قربان. برو به کارت ببینم. برو بذار بعد کسی مشروب نخواستی. یالا چشم چشم. چرا اینجوری باش حرف زدی؟ صبر داشته باش. ممکنه دیگه نیاد پیش ما. شرط باختی. طرف ناخذ از آب در اومد. چوچه رو آخر پاییز میشمرن. بگو موزیک. آهای موزیک. افتخار میدیم با هم برخصیم. نفهمیدم از کی تا الان گارسون هم میرخصین؟ خب پس کدام احمقی بود الان برای من مشروب آورد؟ من به این وسیله میخواستم با شما آشنا بشم. من مسعود نجیبی، صاحب کارخانه های پنیرسازی هستم. بوی گند کنیر کشت ماره. شوخی میفرمایید. اجازه میفرمایید چند دقیقه اینجا بشین. تعارف نکن، بفرما. سلام. سلام. مسعود کجاست؟ اونجاست. داره معامله میکنی. ممکنه سوال کنم اسم شما چیه؟ مگه جناب علی کارمند پست سجل احوالی که اسمش سوال میکنی؟ نه این خودش سعاده که آدم اسم ایشونو بدونه. اسمتون چیه خانم؟ اسم من میتراس. پدرم هم یکی از ملاکین بزرگه. ایشونم پیشکار پدرم هستن. خیلی از آشناییتون خوشحالم. بندم از آشنایی شما بدحالم. حالا ممکنه خواهش کنم که تشویشتان این زحمت کم بشه؟ نوبر چی داری میگی دختر جان؟ حرفش نزن، من در مقابل پدرت مسئولم. ابی نداره، من مرخص میشم. فقط اجازه بدید دستتون رو ببوسم. دست ابی نداره. آیا پنیر فروشی گر داری میکنی قربان؟ جناب علی با دوکانی که معامله نداری ناخونک نسن. میخواست تو رو بو بوسه. بی تقیقه رو مارچ میکنی؟ مثل اینکه معامله بیخ پیدا کرد. آخ الهی بمیرم، خیلی محکم زدمش. سلام آمچه. سلام پسرم. مثل اینکه زیاد خوشحال نیست. چرا؟ داشتم با اون آقا معامله میکردم. آره دیدم، دلم برات میسوزه. باید برم از دلشون در بیارم. چه؟ دیدی چی میگم؟ ها برو بیدیم جشمی علاق. سلام. 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 من عموی مسئولم. اومدم به خاطر بیادبی که اون نسبت به شما کرده ازتون عذرخواهی کنم. انشالله که میبخشید. آخر جوانی و هزار عیب. چون به خاطر شماست بنده میباشم. بفرما چند دقیقه در خدمت باش. باختی پسر. آره شما ها درست گفتی، این با اونای دیگه فرق میکنه. من فکر نمی کردم اینقدر بی شخصیت باشی. شما دیگه کوتاهی یا خانم با شخصیت. حالا دیگه مسخرم میکنی؟ بیا بریم برقصیم. معلومشه خیلی دوست داره. بی خود از امشب دیگه زندگی من عوض میشه. اون دختره بدجوری کلافه کرده. مثل اینکه میخوام برم. چرا به این زودی؟ با اجازه جناب علی میترا خانم درس پیانو دارن. میترسم اوسا بیاد ایشان نباشه. نصف شبی؟ بله ایشان نصف شب برای تمرین ترجیح میدن قربان. بله. خب در هر حال بازم ازتون معذرت. زل علی مستدم. دختر جان بریم وقت خوابه. بریم جان. خیر خانم. بریم عزیز. من الان بر میکردم. خرم زیاده، کافش خیلی افتضاح بود. خدا حافظ. چی شده؟ چه همچی میکنی؟ نامرد منو چه میزنی؟ من چه همه خود کرد؟ نامرد این تو در خود در خیام دیده من خود شما دارم بیدنم بازیلم شما رو این جلو ببینم این جلو ببینم خود در 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 خود
منظورش اینه که جناب علی خیلی خوب بزن بزن ارکیز بازی کردیم. بله منظور منم همینه. بله خیلی ممنون. وظیفه بود که شما را دست اون گرگانه چرا. بهتر اگه وظیفت بود که خیلی ممنونیم. خداحافظ جنم. من وظیفه. سب کنی خواهش بکنم. چه جن؟ فقط بگی من کجا میتونم شما را ببینم؟ بله من همش تو بیابونا. بله بله منظور ایشان اینه که تمام وقتشان صرف شکار و اسب سواری و اسب دوانی اونجور چیزا میشه. من بله. اگه سعادت باشد بعدن من خودم شما را میبینم. فکرش کردم منم از برو دکنه. بفرمایید اینم حق العمل شما. این همه کتک خوردیم چندر قاز میدی؟ عیب نداره جانم ما مشتری هستیم. تلافیشو یه جای دیگه در میارم. بله قربان آمدم. برم آقا. مثل اینکه خیلی ناراحتی. والا میدونم حس میکنی داره رقیب پیدا میشه. خوب فهمیدم. آره بدجوری به دختر چسبیده. فکر میکنم بعد بذاریم بریم دنبال کاره. چه چی بشه؟ من دیگه طاقت ندارم. نمیتونم کثافت کاریاشو تحمل کنم. نمیتونم. باید طاقت داشته باشی. باید به حرف من باشی. منم از فردا مواظبم ببینم این دختره کیه. هر جا مسعود بره همونجا اگه دیدم اوضاع خرابه سر دختره رو زیر آب میکنم. خیال تخت باشه. ازت ممنونم دخترم. تو جون منو نجات دادی. این که چیزی نیست قربان تو برم. بله چه؟ مثل اینکه چه خبراییه؟ بله مسعود این خانم جون منو نجات داد. گاه کن پاش معلوم هست. براو باید به این پنجه ها که اینقدر خوب نشونه گیری میکنن بوسه زن. دواری چه کاره این که همه کارمان دخالت میکنی؟ همه کاره قربان گرفتری نداره میتونه خانم باشه نداره. نامرد زد در رفت نگاه کن. خدا کنه چیزی بده باشی. وای چیزی نشده. الهی من بمیرم طوری که نه. چی بود؟ چرا میخواست شما رو بکشه؟ من میدنم قربان. برای اینکه پدرش همین یدن دختر در میلیون ها تومن ثروت. اگر میتونه خانوم از بین بره در تمام ثروت باباش بی صاحب میمانه ده با مرگ شما. من باید از امروز بیشتر مواظب شما باشم. اصلا احتیاجی نیست. تو زحمت نکش قربان. زحمتی نمیخواد. بنده خودم چهار چشمی مواظب باشم. با مرگ شما. نوبر خان شما یه کمی کوتاه بیاید. بالاخره این دوتا جوانن. باید یه کمی با هم تنها باشن و حرفاشونو بزنن. نقشه کشن قربان. بندی همچی اجازه رو نمیدم. با مرگ شما. خواهش میکنم اجازه بدید. به خاطر موی سفید شما چشم حالا که شما اصرار دارید من موافقت میکنم. ولی آقای مسعود خان باید بدانی بنده از دور مواظبت هستم. عوضی بری حسابت میرسم با مرگ شما. خیلی ممنون. ببینم موافقی که دو ساعت وقتتو به من بدی؟ چرا که نه؟
سلام دلی بازم این سرخر پیدا شد. بله اونم چه سرخری، نه مال نیست و شب درست وسط روز جانش اومد. ممکنه بگی از جون ما چی میخوای؟ هیچی قربان تو برم، فقط هفهی قد گرمه میخوام فاصله داشته باشین، چون جناب علی یه قد اهل ناخونک پاخونه کی قربان. خیال تخت باشم تاشه بیار اینجا. چیه جنم چیه؟ اینجا گوش کن ببین چی میگم. من میترا رو به چشم دخترای دیگه نگاه نمی کنم. من اونو دوست دارم. میخوام باهاش عروسی کنم، زندگی کنم. بگو تو بمیری؟ تو بمیری؟ این دفعه رو خودت بمیری، دفعه دیگه هم پشک میندازیم. تا این موضوع برای من سر نگیرد من باور نمی کنم جان. میخوای باور کن میخوای نکن. من همین روزا ترتیب کارا رو میدم، به عموما میگم که دست به کار بشه. ولی آخه میدنی این موضوع یک اشکال دیگه ای هم داره. دیگه چیه؟ خانواده میترا خانم تا پدرش از امریکا نیادگی نمیشد قربان. پس تو چه کاره هستی؟ تلگراف کن فورا حرکت کنه، بعدم نتیجهشو به من یا به عموم خبر بده. چشم. حالا گی موضوع زندگی شما دو نفره من ترتیب کاره رو میدم. برو جانم برو، خیالت راحت آسوده باشه. خیلی ازت ممنونم، اگه تو رو نداشتت چی کامی کردم؟ چم چاره میکردی؟ چه خودش لوس میکنه زودم بعدم خودمانی میشود. خب من حرفامو با نوبر خان زدم. لیلا من تو رو دوست دارم، دلم میخواد تو مال من باشی. آخه اگه یه مرتبه دیگه مزاحم من بشی و میگم پسرمون پدرتو درگیره. تو خجالت نکشیدی این کارو کردی؟ ببخشید لیلا جان، تو راست میگی، من کار بدی کردم. ولی ببین خب برو پی کاره. میگم نوبر کیه ها که اسمشو آوردی؟ نامزدته؟ تو مربوط نیست لیلو جو، بدون بشم لیلو جو، دست از دوغت برم لیلو جو. لیلو جو باش تو، لیلو جو، لیلو جو باش تو، قربونه برم لیلو جو. بیتو دخترمو پرسیدم چی شده؟ از اون گامبو بپرس. باش تو میرم گام باشه. باگه میشم برگه بگیرم باشه. باش تو هرگه برگه باش تو پیداش نکردی؟ نه نه چه فرار کرد. سلام. 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 سلام لیلا جون. با این لباس چه خوشگل شدی. ببینم هنوز مسعود بویی نبرده؟ هنوز که نه، ولی خیلی دوستم داره. البته همه اینا رو از نوبر دارم. خدا کنه گندش در نیاد و الا آبرومت میره. خب این طرفا چی کار میکنی؟ دنبال توپول میگردم. کجاست؟ همین اطراف. توپول کیه؟ توپول چه جانوریه؟ توپول که منو باید توپول پیشکار مسعوده. یا بریم اگه ما رو ببینیم. بریم. سلام قربونم. کجا با این اجرا؟ قربون خیانت شده، جنایت شده. خیانت شده؟ بنده و شما شده. خیانت؟ بله، میترا خانم گلابیه. یعنی چه؟ یعنی اینکه میترا خانم همون گلنسای خودمونه. گلنسا؟ بله، یه دختر کولیه. میخوام برم به مسعود خان بگم. بله اگه این کارو بکنی بیرونت میکنم. چرا؟ باید این موضوع مسکوت بمونه. چرا؟ ضمناً من میخوام گلنسا رو از نزدیک ببینم. میخوام ببینم چه جور دختریه. خوبه بعد نی؟ راستی یه چیز دیگه باید برام بگی، گلنسا چرا رنگ عوض کرده؟ مگه مسعود دوست داره؟ Thank you.
وای دلمی کف در بخشی تو قسمت کی باشی دلدار که باشی با شیرین زبونی میرقصی میخونی شیطون بلا لحظه یارون نمیمونی با شیرین زبونی میرقصی میخونی شیطون بلا لحظه یارون نمیمونی. برافو. چی شد؟ بوزه قمار در اغلبم منه قیم کن سلام به خدا. علیکم السلام. با نظرم گندش دارم. این اشکار نشانه عشقه، عشقی پاک و بی‌آلایش که هر قطرش به اندازه یک مروارید ارزش. من نمیخواستم این کارو بکنم، من نمیخواستم اونو گول بزنم. میدونم، تمام ماجرا رو توپل برای من تعریف کرد. کار عشق تو از مرزهای افسانه‌ام گذشته. من فکر نمیکنم مسعود لیاقت این همه محبت تو رو داشته باشه. تو رو خدا این حرفو نزنید، من حاضرم کنیز اون بشم. من همه ای کارا رو به خاطر اون کردم. همیشه آرزوم این بود که تو زندگیش راه پیدا کنه. به نظر من مسعود باید تو رو رو چشماش بذاره. اون هنوز نمیتونه راه رو از چاه تشخیص بده. تمام دخترایی که دور و بر اون میپلکن فقط یک هدف دارن، استفاده از پولش، از موقعیتش. مسعود همون دخترها رو میبینه، نه منو. مسعود عاشق رنگ و روغنه، نه صداقت و پاکی. به خاطر همینم تا من رنگ عوض کردم به ملاقمند شد. قصه نخور، ترتیبی میدم که حقیقت رو درک بکنه. مجبورش میکنم در مقابل این همه محبت سر تعظیم فرود بیاره. فقط هرچی میگم باید گوش بده. باریکلا باریکلا باریکلا، آفرین بی مردی و مردانگی. فقط یاد بگیر پسر. باریکلا قربان دهنت علی، هر شدی کیف کردم به خوده. من میخوام ببینم جنابالی رو سر نه. وقتی دو تا بزرگتر دارن حرف میزنن، کوچیکتر دخالت نمیکنی؟ یه گوشه ما میشه قهوه میشه آخه. چشم به قربان چشم. آفرین. فقط حیف نمیدنم با این هیکل چی بکنم. اگر بزنمت میمیری، اگر بکشمت مثل بشکه میترک. همون بهتره که با تو حرفی نزنم تا ته دلت بسوزه. چی دور آقو بگم؟ دهنه تو ببند، من اینجا همه کارم. اگر حرف بزنی میگم به نظرت بیرون. ماشالله ماشالله هیزر ماشالله، جیگر شیر داره آقای هیزر پا. خوشم اومد فهمید. بله نسبت شیر. بله، در هر حال قربان بنده اجازه میخوام بخاطر این بزرگواری سرکار دستایی تو رو ببوسم. چرا؟ آدم باید تو زندگی قبل از هر چیز یک انسان باشه. ها بله بله، انشاءالله فردا همه چی درست میشه. فقط باید به هر چی که میگم عمل کنی. الانتظار اشد من المردن، یعنی انت به خدا. پس چرا نیمد؟ من که دارم دیوونه میشم. والا الان دیگه هر کجا باشن باید پیداش باشه باید به جان شما. میدانم راست میگه مسعود، باباش تازه از راه رسیده. باید خودشو مرتب کنه یا نه؟ سلام. نفهمیدم کی به تو اجازه داد بیا اینجا؟ زود باش گورتو گم کن. ولی من با تو کار دارم. تو چیه بیتار بیاد؟ یکمی مؤدب‌تر حرف بزن. باش آقا، من میخوام با شما حرف بزنم. گفتم برو بیرون، یه وقت دیگه بیا حرفتو بزن. مگه حالا چه عیبی داره؟ خیلی عیب داره. الان نامزدم میاد اینجا، اگه تو رو اینجا ببینه عقش میگیره، ممکنه اصلا بذاره بره. ناراحت نباش، عقش نمیگیره، چون تو این بغچه حبسه. چی داری میگی؟ نکنه برای سرشو بردی؟ نه، الان نشونت میدم. بیا، اینم نامزدت. پس میترا تو بودی؟ پس فطرت دروغگو؟ چرا دنیای من خراب کردی؟ چرا زندگیمو به باد دادی؟ چرا به من دروغ گفتی؟ چرا؟ باید به امثال شماها دروغ گفت، چون از حقیقت خوشتون نمیاد. به آدمی که فقط به موهای قلابی، به موژه‌های مصنوعی، به رنگ و روغن‌های جور و جور دلخوشی پیدا میکنه باید دروغ گفت. مگه من چه فرقی کرده بودم؟ فقط یک کمی زلمبو زیمبوم زیاد شده بود. حالا هم برام مهم نیست. چه منو دوست داشته باشی چه نداشته باشی برام فرقی نمیکنه. من از اینجا میرم برای همیشه. فقط اینو بدون که خیلی دوستت دارم که حاضر شدم خودمو به اون شکل در بیارم.
چی ببخشید خدا چشم بودم برم از سید گده هره میگیره شما از این جریان خبر داشتی؟ بله پس چرا به من حرفی نزدی؟ چرا گذاشتین باعث خندگی مردم بشم؟ حالا جواب دوستامو چی بدم؟ کدوم دوستام؟ اونایی که خودشون هزار جور عیب و ننگ دارن یا اونایی که منتظرن مثل لاشخور رو پولای تو بیفتن؟ افسوس که تو هنوز مردمو نشناختی اینم بدون که تو لیاقت شوهری اون دختر رو نداری شما دارین از یه دختر کولی دفاع میکنی؟ بله کولی ولی نجیب و بیخلقش اون میتونه حتی گلیم تو رو هم تو زندگی از آب بیرون بکشه ولی اون به درد من نمیخوره اصلا خیلی خوب خودت میدونی برو با همون لجنا زندگی کن با همون کسافتا بالاخره یه روزی رو میبینم که از شدت مرض مومو بزنی واقعا حیفه یه همچی دختری که تو رو مثل چشماش دوست داره سلام تو اینجا چی کار میکنی؟ فهمیدم چه کلایی سرت رفته اومدم که تنها نباشی لازم نکرده خواهش میکنم تشریف ببری گوش کن مسعود این دختر زن زندگی تو نیست تو باید با یه دختری عروسی کنی که شخصیت داشته باشه خونواده دار باشه مثل من برو ببینم بابا ایک میری صبر کن من میدونم که تو منو دوست داری اگه حالا عصبانی هستی اشکالی نداره بعدنم میتونیم با هم حرف بزنیم گوش کن من با زندگی گذشتم خدافزی کردم اینم بدون که بعد از این فقط اسم یه دختر تو زندگی من برده میشه اونم گلنساز تو هیچ دختری رو به اندازه اون دوست نداشتم هیچ کسو احمد خفه شو چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ دیگه همه اون شد مسعود اون دختره رو دوست داره اون من رو زد اون من رو مثل یه دستمال چرتور انداخت داغ دختره رو به دلش بزن حالا میبینم بابا جان از گریه کردن چیزی عید تو نمیشه من به تو قول میدم خودم یک شوهر خوبی برای چی ببخشید یک شوهری برای تو پیدا بکنم تا آخر عمر هست باشید تو دیگه خفه شو بابا یقی بی سبب دل کن آخه جمع جنت بکنه نه تو همون همون چی؟ همون خانمی بی بودی هستی بو خود این ماشین در میاد یه قره بل کن برای این مردم سوته فابود میشه بابا جان جمعاتی اونا هاشن اونجا همون عوضیان بیا بریم سگه که باشه میزنم تو گوشش بی بالا برفتونم برو من تو برسون جرم میگم بی پدر مادر خجالت میکشی شما من شما کشیدی تو برش کنی کمک کن برش کنی کمک کن بیچاره چی کار داری برش کنی شما برو با پدر این برش کن برش کن آجا بی پدر مادر آیم بی پدر مادر آیم اینه اینه تن سریه کن برو نگه کن درم بابا من بابا من بیشرف شما هراشت درم نمیارم نامرده بیشرف مبازی باش نترکی خانه خراب اونجوری خوندی بده زودش گل سر دارم میبنه چی شده؟ دوستیدم گل سره پس بیا برو دنبالش دیگه خانه خراب من مدر سو لقصه مدر سواری بلد نیستم پس بیترم من برم به مشروع خان خبر بیدم برو هر جا بسیار بسیار بریزی بریز مبازی باش نخوری به زمین خواهی جرم کشی سیدم مشروع خان حرف بزن چی شده؟ عمو جان عمو جان هم چی شده؟ گلنسارو دزدیدن چی شده؟ گلنسارو دزدیدن آقا تیمور و فیفی نوبرم تو جاده منتظر شما خوش کنه عمو جان شما با تو پل برین شاده بری خبر بدید بله کش چرا باشتری؟ بریم دیگه میخچه دارم آخی دوزیدن بردن از کدوم طرف؟ از این بر از این بفر سوا شو باید این بردن از کسی در یه بیش سوادی ما زمین نشی محکم نشی نیفتی برد بزن بردن
Thank you.